واکنش مقامات و چهرهای سیاسی در سرتاسر جهان به مرگ یحیی سنوار رئیس حماس. با ما همراه باشید، یه مروری پیام ها و واکنش های افراد مختلف رو از کشورهای مختلف مرور میکنیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب روز گذشته یکی از جنجالی ترین خبرها ماجرای ترور یحیی سنوار رئیس جنبش حماس بودش که فقط چند ماه بعد از انتصابش توسط اسرائیلی ها ترور شد. یحیی سنوار بعد از اسماعیل هنیه که در تهران ترور شد، به فاصله چند ماه دومین رئیس حماس هستش که توسط اسرائیلی ها ترور میشه. بعد از مرگ ایشون واکنش های مثبت و منفی از طرف مقامات مختلف سیاسی در سرتاسر جهان خیلی بولد شدش، هم مقامات سیاسی در داخل کشور و هم مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در خط اصلی خبرهای 24 ساعت گذشته. یکی از اولین پیام ها رو رئیس جمهوری کشورمون آیه پزشکیان داشت و با صدور پیامی کشته شدن و شهادت فرمانده دلاور جهادی شهید یحیی سنوار رو به مقام معظم رهبری مردم مظلوم و مقتدر غزه و همه ی آزادی خواهان جهان تبریک و تسلیت گفت. مسعود پزشکیان در این پیام نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. خبر ترور و شهادت مبارز نسور رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جناب یحیی سنوار گرچه برای همه آزادی خواهان عالم به خصوص مردم قهرمان فلسطین دردناک و تأثیر برانگیز بود، در این حال نشانه آشکاری از توقف ناپذیری جنایات رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی است. شهید سنوار در طول حیات ارزشمند خود سالها در اسارت رژیم سفاک صهیونیستی بود و پس از آن هم تا آخرین لحظه عمر پر افتخارش قهرمانانه جنگید و از پای ننشست. جهاد در تقابل با تجاوز و هدیه بخشیدن آزادی و رهایی به صاحبان حقیقی سرزمین‌های اشغالی حرکتی عظیم و هدف والایی است که با ترور و حذف قهرمان این عرصه متوقف نخواهد شد. همان گونه که شهید عزیز اسماعیل هنیه گفت: دشمن آگاه باشد که با شهادت سرداران، قهرمانان و فرماندهان خللی در مقاومت امت اسلامی در برابر زور و اشغال ایجاد نخواهد شد. این جانب شهادت این فرمانده دلاور جهادی شهید یحیی سنوار رو به مقام معظم رهبری مردم مظلوم و مقتدر غزه و همه آزادی خواهان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران. حزب الله لبنان هم با انتشار بیانیه نوشت: رهبر شهید یحیی سنوار در مقابل پروژه آمریکایی و اشغالگری صهیونیست‌ها ایستاد و برای آن خون خود را نثار کرد تا به شهادت رسید. ما بر ایستادگی خود در کنار مردم فلسطین تأکید می‌کنیم و به وعده الهی و پیروزی بندگان با وفایش اطمینان کامل داریم. جنبش انصار الله یمن هم در پیامی نوشت: ما در سوگ مجاهد و رهبر بزرگ یحیی سنوار هستیم و حمایت خود را از مقاومت فلسطین اعلام می‌کنم. اما چهره‌های شاخص سیاسی در سرتاسر جهان هم به ترور یحیی سنوار واکنش‌هایی رو نشون دادن. اولین واکنش رو جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا داشتش که نوشت: کشته شدن سنوار لحظه عدالت رو نمایان کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشت: اسرائیل حسابش رو با سنوار تسویه کرد. اما جنگ هنوز به پایان نرسیده. پیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نوشت: هیچ کس نباید برای مرگ سنوار سوگواری کند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نوشت: مرگ سنوار یک حکمرانی ترور رو به پایان می‌دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نوشت: یحیی سنوار فرد اصلی مسئول برای حمله وحشیانه و تروریستی 7 اکتبر. البته مکرون بارها توی چند روز اخیر از طرفین دعوا خواسته که هرچه سریع‌تر جنگ و ناآرامی رو در منطقه به پایان برسونه. جورجیا ملوتی نخست وزیر ایتالیا هم نوشت: باور دارم یک مرحله تازه میبایست اکنون آغاز شود. آزادی همه گروگان‌ها، اعلام آتش‌بس فوری و بازسازی غزه.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکسش درباره کشته شدن و ترور یحیی سنوار نوشت: او از مرگ نمی ترسید و به دنبال شهادت در غزه بود. او شجاعانه تا آخر در میدان نبرد جنگید. عراقچی همچنین گفت سرنوشت او که به زیبایی در آخرین تصویرش دیده می شود یک عامل بازدارنده نیست، بلکه منبع الهامی برای مبارزان مقاومت در سراسر منطقه هم از فلسطین و غیر فلسطینی است. سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه ایران هم طی پیامی شهادت بر افتخار مجاهد و نخبه مقاومت اسلامی فلسطین یحیی ابراهیم حسن السنوار رو که رئیس دفتر سیاسی حماس و اسطوره مبارزه با رژیم جنایتکار صهیونیستی است به ملت قهرمان فلسطین به ویژه رزمندگان حماس و جبهه مقاومت تبریک و تسلیت گفت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در پیامی نوشت: شاید اهل مقاومت رو بکشند، ولی فکر مقاومت زنده است. شهید سنوار به پیمانش با خدا با خون پاک خود عمل کرد. تصاویر مبارزه او تا پای جان هزاران سنوار و نصرالله تربیت خواهد. این بار در سر تا سر جهان. معاون اول پزشکیان آقای عارف هم در پیامی شهادت یحیی سنوار رو تبریک و تسلیت گفت و نوشت: با حذف جسمانی مجاهدان راه عزت و کرامت انسانی خللی به مکتب و مسیر مقاومت وارد نخواهد شد. سخنگوی دولت خانم فاطمه مهاجرانی هم نوشت: سنوار شجاع بود و شجاعانه به شهادت رسید. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در پیامی نوشت: دشمن صهیونیستی بداند به پایان عمر خود نزدیک شده است. محمد مخبر مشاور رهبری هم در پیامی نوشت: یحیی سنوار به نماد دیگری برای مبارزه با استکبار تبدیل شد. هزاران مبارز دیگر چون او از سرزمین مقدس برمی‌خیزد. محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم در پیامی شهادت یحیی سنوار رو تبریک و تسلیت گفت و در پیامی اعلام کرد که صهیونیست‌های صفاک و قاسب باید بدانند که با ادامه جنایت‌های همزمان با استمرار سکوت مجامع به ظاهر حقوق بشر به پایان راه نزدیک شدند. و این جنون و آدم کشی و نسل کشی دوایی برای زخم ناسور و هلاک کننده آرز شده بر موجودیت نامشروعشان نخواهد. چهره‌های سیاسی دیگه هم توی ایران پیام‌هایی رو به صورت جداگانه منتشر کردن، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیر تا وزیر دفاع و چهره‌های سیاسی دیگه. حتما نظراتتون رو راجع به کشته شدن یحیی سنوار بر ما بنویسید و در مورد واکنش‌های جهانی به این ترور جنجالی برامون نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.